وزن 79 کیلو کشکران قزاقستان و اسلواکی برای توشک خواهند اومد و رقابت خودشون رو برگزار خواهند کرد. رده بندی و دو بنده آبی از تونل آبی رنگ میاد، دو بنده قرمز از تونل قرمز رنگ، و نورپردازی رو اتحادیه جهانی کشتی در نظر گرفته که بتونن یه مقدار به زیبایی کشتی اضافه کنن. دو بنده ها میتونن رنگ های مختلفی استفاده کنن از دو بنده هاشون و میان داد داره وزن 79 کیلو زاکاروف از قزاقستان، زاکاروف در مقابل گولیوف که دو کشتیگیر آماده میشم و داور وسط با هماهنگی قاضی و رئیس توشک به سود خودش میدمه. دو بنده آبی کشتیگیر اسلواکی است که در ابتدای کار یه قوس میکنه کشتیگیر قزاقستان زاکاروف به دنبال زیرگیری هست. سرشاخ یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودشو و به دنبال کار کردن دستا سعی میکنن شرایط برای فنون خودشون مهیا کنن. ما در فقط 4 وزن ما شرکت کننده داشتیم که دیروز هم فیروزپور ما دوم شد در 97 کیلو، 130 کیلو هم 125 کیلو هم امیرحسین زارمون در فینال دیدیم چگونه حریف قزاق خودشو 21-10 شکست داد و موفق شد قهرمان بشه. امروز هم که 2 فینالیست داریم، فرنگی کارمان که 12 نفر بودن 4 طلا 4 نقره و 2 برنز کسب کردن. این هم تلاش در روزهای گذشته که به این شکل حالا میره برای تغییر سرگردن مهار کرده. یه دستم زیر کف زده تا بتونه یه رکبی اجرا کنه، دست راست زیر تو سرگردن، دست چپ زیر کتف هست. زاکاروف هم در تلاش داوری میتونه جدا کنه وقتی کشتی گره بخوره، به جز پول البته. روی پول مگر اینکه کشتیگیری فن خطا بزنه که داور سرپا بده، وگرنه روی پول دیگه سرپا نداره. اما در حالت دیگه کشتی گره بخوره داور باید گره کشتی رو باز کنه و کشتی اکتیو بشه. گالیوف با دو بنده آبی باز هم کشتی اسلواکی که داور کشتی رو قطع میکنه، تذکر میده به کشتی که بسته کشتی نگیرن. گالیوف در تلاش است تا اینکه باز هم بتونه شرایط برای فرنون خودش مهیا کنه. قوس میکنه حریف خودش رو. در کشتی قبل هم گفتیم که نفرات اولی که اینجا اول میشن باید با نفرات جام تخته در نیمه دوم تیر ماه حالا یا در ایران یا در یه تورنمنت بین‌المللی کشتی بگیرن. یعنی حسن یزدانی و کامران قاسمپور و امیرحسین زاره و دیگر کشتیرانمون که اینجا اول شدن حالا انتخاب شده نیستند. تقاضا اخطار میشه برای گولیوف به خاطر کار کردن دست دان حریفش از قزاقستان. زاکاروف از قزاقستان اخطار 30 ثانیه رو میدم به او، اخطار 30 ثانیه میدم و ببینیم که چه خواهد کرد. به دنبال یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودش رو. این 30 ثانیه هم به اتمام برسه یک برای زاکاروف در نظر میگیرن. باز هم برجی اقدام میکنه یک بار دیگه ناموفق و نمیتونه نتیجه ای بگیره. تماشاگران تشویق میکنن زاکاروف رو، قوس میکنه حریف خودش رو. این وقت 30 ثانیه به اتمام رسید. یک امتیاز برای دو بنده قرمز زاکاروف از قزاقستان در نظر میگیرن. قزاق‌ها تشویق میکنن کشتیگیر کشورشون رو، اما تماشاگران ایرانی واقعا جاشون خالی هست. در همه جای دنیا وقتی کشتی هست میبینیم که قوغا میکنن و وقتی در سالن 12 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشه دیگه میبینیم که سالن بلغزه در میبرن. زیرگیری اقدام میکنه، یه زیرگیری که با فیتو حریف مواجه میشه، به این شکلی رو به پل میزنه، خودش هم روی پل گیر میکنه. ببین که 2 امتیاز برای دو بنده قرمز در نظر میگیرن، 2 امتیاز برای دو بنده آبی. با فیتو حریف رو به پل زد، 2 امتیاز گرفت و بعد از اون به پل رفت و 2 امتیاز هم دست داد. کشتی رو 4/3 میشه، 4/3. ببینیم که وقتی 30 ثانیه در این لحظه وقتی 30 ثانیه فرا میرسه میرن دست مربیان خودشون. هرچی کشی 4/3 گولیوف اسلواکی چرا رو مشاهده میفرمایید و در مقابل زاکاروف از قزاقستان یک امتیاز پیش افتاد و ببینیم که در وقت دوم مربیان چه توصیه‌ای به کشتیگیران خودشون دارن و چه خواهند کرد. دو کشتیگیر یه جورایی 3 دقیقه دوم دیگه یه تغییر تاکتیکی خیلی وقتا کشتیگیران در نظر میگیرن که اون سیستم استراحت فرصت بسیار مناسبی است که یک کشتیگیر با مربی خودش ارتباط برقرار کنه. باز هم در سرشاخ رو دستام دیگه کار میکنن، به دنبال کار کردن دستام میزنه زیر کتف حریف خودش، واسه میکنه و عطوشک پاشو خارج کنه. حالا یه جوری مای کفترمان رو در اختیار گیره، پورو عطوشک خارج کرد، یه امتیاز گرفت، کشتی رو 4-4 برابر میکنه. 4-4 برابر. ولی برنده گولیوف، چرا که امتیاز دو دروشش بیشتر هست، درست که اختیار امتیاز آخر رو گرفته زاکاروف روس، اما میبینیم که بازی گردام میکنه گولیوف، یه زیر خم و حریف هم سعی میکنه با اجرای فن فیتو از اون امتیاز بگیره با بعد الکاری و نمیتونه به پول بزنه و رفته میتونه که از حریف او رو به پول بزنه. اینجا حریف رو میتابونه، یه دو امتیاز میدن به او و کشیلا بریم دو امتیاز تایید میشه، یعنی داور وسط دو امتیاز داد، حالا میره برای کلمدون ناقص، داور وسط دو امتیاز داد، هنوز تصویب نشده، قاضی برای سوکی ندادن و تایید نشده. رئیس الان میخواد قاضی و داور رو با اونا صحبت میکنه. حرکت حسن ما ببینیم، اینجا سعداش کنده رو بالا بیده ببینیم. بله حرکت حسن ما ببینیم، اینجا میره برای مای فیتو که ظاهرا از این زاویه که به پل نبردن برای ما فرقی نمیکنه. اینجا خب یه لازم ببینیم کشتیگیر اسلواکی موفق شد حریف خودشو زاکاروف به پول بزنه، اما تقاضای چالنج چی میکنن؟ قزاق‌ها تقاضای چالنج میکنن. نتیجه آقای شیشوغلو یک و آقای مکای از ژاپن، داور جوان ژاپنی فیلم بازی میکنن. در این فاصله هم خدمتتون عرض کردم وقتی میگیم رنکینگ یعنی که امتیازاتی که کشتیگیران میگیرن در این سه تورن 4 تورنمنت باعث میشه به اضافه امتیازات که در مسابقات جهانی کسب کردن، اونجا نفرات برتر میرن بالای جدول، نفری که دوم بشه در رنکینگ پایین جدول و نفرات دیگه در جایگاه بهتری در جدول قرار میگیرن و برای دو امتیاز برای گولیوف در نظر گرفته میشه. دو امتیاز هم برای دو بنده قرمز، 2-2 میدن نتیجه کشتی رو. یه دو امتیاز برای گولیوف در نظر میگیرن، یه دو امتیاز برای زاکاروف و اعتراض تماشاگران و نتیجه 6-6 برابر، اما گولیوف برنده است که 1 دقیقه و 49 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. به دنبال کار کردن دستا صدر قوس کنه حریف خودش رو، یک بار دیگه قوس میکنه تا دل حریف به هم میزنه، میدونه که بازنده است، تلاش میکنه که امتیاز بگیره، درسته 6-6 برابر است اما بازنده هست زاکاروف قزاقستانی. به دنبال قوس کردن کار کردن دستا و در تلاش هست که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. تماشاگران قزاقستانی هم تشویق میکنن زاکاروف رو، یک بار دیگه در کشتیرم کاملا بسته گولیوف اسلواکی، گولیوف کاملا کشتی رو بسته و یه دفاعی حساب شده منطقی و بازم قوس میکنه حریف خودش رو و اجازه کار به اون نمیده. کمتر از 1 دقیقه از وقت کشتی باقی مونده. دیدار ردبندی وزن 79 کیلو. کشتیران ما در این دوره از رقابت ها با برنامه‌ریزی بدنسازی و سرمربی و ورزشگری اقدام میکنه. یا زیرگیری از کشتیگیر قزاقستان زاکاروف سعی میکنه زیرگیری از بلند میشه از جای خودش، اما اجازه کار به اون نمیده، حالا میزنه زیر کتفان حریف خودش، از این قدرت بدنم کم میره در مقابل این کشتیگیر گولیوف اسلواکی. 6-6 برابر، واسه میزنه زیر کتفان حریف خودشون که بتونه 26 ثانیه وقت باقی مونده قوس میکنه حریف خودشو، باز هم زیرگیری در تلاش از اینکه این بار گلیوف زیرگیری میکنه تا وقت رو تلف کنه، زیرگیری میکنه کشتی رو نگه داره. حالا میتونه فیتو خودشو بزنه دیگه، براش فرقی نباد بکنه تو این 10 ثانیه یه فیتو بزنه، 2 امتیازم بده، 4 امتیازم بده، فرقی نمیکنه در نتیجه. حالا قوس میکنه و کمتر از 5 ثانیه ببینیم که چه خواهد شد و وقت به اتمام میرسه و مفاجی گلیوف اسلواکی حریف قزاق خودشو شکست بده در خانه خودش. داور وسط به کشی قزاق، زاکاروف میگه که از جای خودش بلند شه، پیروزی گلیوف رو اعلام میکنه که مدال برنز دست پیدا میکنه.